فنسأل عن أسئلة 5 قبل أن نبدأ بالدراسة. ابتدا به سوالات 5 گانه میپردازیم قبل از اینکه به بررسی اونها بپردازیم. السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ سوال اول اینه که چرا توحید رو مورد بررسی قرار میدیم و فرا میگیریم. السؤال الثاني، لماذا ندرس هذا الكتاب متن الأصول الثلاثة؟ سوال دوم اینه که چرا مشخصا این کتاب اصول 3 گانه رو فرا میگیریم. لأننا طلاب والطالب لابد يسير على النهج الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. برای اینکه ما طلاب هستیم و یک طالب و دانشجو باید اون مسیر رو در پیش بگیره که به نتیجه‌ای که باید برسه دست پیدا بکنه. السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ يقول لك لخص لي هذه الأصول الثلاثة، ما هي؟ سوال سوم اینه که این اصول 3 گانه چیه؟ این اصول 3 گانه رو مختصراً چه بسا کسی میگه به من بگید حال این اصول 3 گانه چیست؟ الاصول الثلاثه هي اسئله القبر، الاشياء التي تسال عنها في قبرك. اصول 3 گانه همون 3 سوالی هست که هر انسانی در قبر درباره اون مورد سوال قرار میگیره. من ربک و ما دینک و من نبیک علیه الصلاه و السلام، این که پروردگارت کیست، دینت چیست و پیامبرت کیست. السؤال الرابع، ما هي الثمره، ما الفائده من هذه الدراسه؟ سوال 4 اینه که نتیجه و پیامد و دستاورد این درس و فراگیری این مبحث چیه؟ الفائده اننا اذا تعلمنا الان في الدنيا هذه الاصول 3 ثم عملنا بها ثم دعونا اليها ثم صبرنا على العلم والعمل والدعوه نصنع هذا في الدنيا باذن الله نجيب عن اسئله القبر. نتیجهش اینه که اگر ما در دنیا این اصول 3 گانه رو یاد بگیریم، بهش عمل بکنیم، بهش دعوت بدیم و بر همین 3 اصلی که یاد گرفتیم عمل کردیم و دعوت دادیم، صبر و شکیبایی پیشه کنیم در دنیا، در قبر هم میتونیم این سوالات رو جواب بدیم و رستگار میشیم. نعم. السؤال الخامس والأخير، على ماذا يحتوي هذا المتن؟ ما الذي يعني بداخل هذا المتن؟ سؤال 5 اینه که محتوای این متن چیه؟ المتن هذا يحتوي على أقسام 5. این متن شامل بر 5 مسئله هست. القسم الأول المسائل 4. قسم اول مسائل 4 گانه. المسائل 4 العلم والعمل والدعوة والصبر. علم، عمل، دعوت و صبر این مسائل 4 گانه است که در محتوای اول قرار داره. القسم الثاني المسائل 3 يعني انواع التوحيد 3. قسم دوم انواع 3 گانه توحید هست. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ مسئله سوم اینه که چرا توحید رو مورد بررسی قرار میدیم. القسم الرابع شرح الاصول 3 اسئله القبر. قسم 4 شرح اصول 3 یا همون اصول 3 گانه است که سوالای 3 گانه قبر هست. القسم الخامس الخاتمه والله اعلم. قسم 5 که همون خاتمه و پیگفتار هست و پایان مبحث.